رستم قاسمی در سال 1343 در روستای سرگاه از توابع شهرستان مهر استان فارس زاده شد. او با توجه به رانت مهمی که از سوی قدرت نظامی خود دریافت کرده بود، مدرک مهندسی عمران را از دانشگاه صنعتی شریف دریافت کرده است. قاسمی در سال 1360 به عضویت سپاه پاسداران درآمد و در جنگ ایران و عراق شرکت داشت. پس از جنگ به قرارگاه خاتم الانبیا پیوست. در سال 1390 در پی برکناری مسعود میرکاظمی توسط محمود احمدی نژاد برای تصدی پست وزارت نفت پیشنهاد شد و از مجلس رأی اعتماد دریافت کرد. قاسمی با توجه به شناختی که از مافیای سپاه دارد تصمیم به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری گرفته. او که مدتی است از حلقه نظامی سپاه بیرون افتاده، تلاش دارد با به دست آوردن مقام ریاست جمهوری دوباره بتواند پایه‌های مافیای شخصی خود را به خصوص در زمینه نفت مستحکم سازد. حضور او در شرکت‌های مختلف سپاه و آشناییش با روش‌های دور زدن تحریم، پولشویی، قاچاق نفت و فساد مالی باعث شده تا اعتماد به نفس کافی را برای به دست گرفتن مافیای بزرگ اقتصادی ایران به دست آورد و در این راه از همراهی برخی برادران سپاهی خود نیز برخوردار است. ماجرای گم شدن دکل نفتی که در سال 1391 رخ داد و نمایندگان مجلس نیز آن را تایید کردند، مربوط به زمان تصدی رستم قاسمی در وزارت نفت است. قاسمی با همراهی اعضای سپاه در تأمین مخارج گروه‌های شبه نظامی جمهوری اسلامی دست داشته و گم شدن این دکل نفتی نیز یکی از راه‌های تأمین بودجه مورد نیاز گروهک‌های تروریستی در خارج از ایران بوده است. رستم قاسمی سیاستمدار نیست. او یک نظامی است که از روش‌های سیاسی کمترین اطلاعی نداشته و فکر می‌کند مشکلات دنیای سیاست بین‌الملل را نیز میتوان به روش‌های درونی جمهوری اسلامی، یعنی با پرداخت رشوه، قاچاق و استفاده از زور و تهدید حل و فصل کرد. او که پیش از این خود را در سمت وزارت نفت آزموده است، به دلیل حضور در دولت احمدی نژاد و همچنین سابقه مشخص فساد مالی در میان دیگر سپاهیان نامزد شده، از محبوبیت چندانی برخوردار نیست. در شطرنج قدرت او سربازی است که برای تکمیل دسته نظامی و به خاطر منافع شخصی پا به عرصه نهاده است.